بزرگترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی یا IFA روز جمعه در برلین آلمان شروع به کار کرد. در 51مین دوره از این نمایشگاه که حدود 441 شرکت در آن حضور داشتند، بیشترین تمرکز بر روی فناوری سه‌بعدی و مخصوصاً تلویزیون‌های بسیار بزرگ و تبلت‌های جدید قرار داشت. بازدید کنندگان مشتاق دیدن کامپیوترهای تبلت جدید سونی بودند. شرکت سونی اولین تبلت خود را دیرتر از رقبای خود راهی بازار کرده است. بیش از یک سال و نیم پس از ارائه محصول آیپد شرکت اپل و تقریبا یک سال پس از محصول گلکسی تب شرکت سامسونگ. اما با این وجود نیز به نظر می رسد این جدیدترین تبلت توانست مشتاقان خود را تحت تاثیر قرار دهد. به نظرم خیلی خوب است، خیلی سریع است و از کار کردن با آن خوشم آمد. محصول دیگری که در این نمایشگاه عرضه شد، سمارت تیوی یا تلویزیون هوشمند بود. محصول جدیدی که ترکیبی است از اینترنت و تلویزیون. کاربران آن می توانند از طریق دستگاه تلویزیون خود به اینترنت دسترسی داشته باشند و لیست شخصی برنامه‌های خود را درست کنند. اما افرادی که از روز اول این نمایشگاه بازدید کردند، اظهار داشتند که بیشتر از دیدن فناوری‌هایی که به نوعی با زندگی روزمره‌شان مربوط بوده لذت بردند. همیشه دیدن تکنولوژی‌های جدید برایم جالب بوده است. به نظرم چیز جالب این است که مخاطب این نمایشگاه بیشتر مصرف کنندگان هستند و می‌توانید ببینید که گوشی‌های تلفن همراه به چه سمتی می‌روند. دارم به خریدن یک نمونه جدید آنها فکر می کنم. پسرهای من آنها را دارند. خیلی خوب است اگر بتوانم اینجا از نزدیک کمی با این چیزها کار کنم و از متخصصین مشاوره بگیرم. واقعا این را توصیه می کنم. دیدن این همه پیشرفت حیرت آور در بخش مصرف کنندگان و بخش تجهیزات الکترونیکی مدرن برایم جالب است. برای یک فرد سال خورده واقعا تجربه جالبی است. نمایشگاه IFA تا 7 سپتامبر ادامه دارد.